خیلی خوب، به دایره جنایی یوتیوب که خیلی زود بزرگ شد خوش اومدید. لطفاً علل حساب سرنخ و تئوری بذارید تا جمعه شه ببینیم قسمت ای که بازگشت زخم کاری ارزش تئوری یا سرنخ دادن داره یا نه. و البته تو این ویدیو با بررسی سرنوشت شخصیت‌های اصلی سریال در انتهای فصل اول، فصل دومو پیش بینی می‌کنیم و البته یه تئوری جالبم به دستمون رسیده که بوی حقیقت میده، در انتها بهش می‌پردازیم. پس بیاین بررسی کنیم و فقط لطفاً قبلش سابسکرایب کنید، وگرنه مهدویان در طول فصل دوم زخم کاری در ماشین ها فقط حبیبیان نورالعینی پلی میکنه. اون که توشی عشقی رابطه نی هچنه هچنه گردم تشم میبینی که پسر اوله. آلرایت، بیاین از اصل مطلب آغاز کنیم. مالک مالکی، مالک مالکی در انتهای زخم کاری به خاک سیاه نشست و فکر میکنم این از زیبایی های کتاب حسینی زاد بود. چرا؟ چون ما با جفت چشمامون دیدیم که این مرد قدر قدرت و بالا شوکت که روزی رویای سلطنت بر نفت و گاز ایران و حتی خاورمیانه رو در سر میپرورم شدیم. یادم اشک دم مشکی مفلوک و بینوا. البته حقم داشت، چون زنش یه روانی بود که تهدیدش کرد اگه همه یه دار و ندار تو نزنی به نام پسرت میسم، میرم به همه میگم حاجم و کریم و کشتی و دادی نجفی و بکشن. بعدم که توهمات سمیرا کار دست خانواده مالکی داد و طی این حادثه ی رانندگی جانسوز جناب مالکی به سوگ دختر کوچک خودش نشست، که البته به نظرم بهتر که مرد چون هانیه خیلی بد بود. و البته من فکر میکردم سوال اصلی اینجاست که مالک زنده است یا نه، اما بعد دیدم 73% از شما گفتید که نه، اصلا جای شکی نیست، مالک معلومه که زنده است. و از سمت دیگه شرلوک از این پرش جون سالم به در برد و جان اسنو هم که از مرگ برگشت، پس منم موافقم. این چهار تا کاردی که منصوره به پهلوی مالک زد بعید صد راه بازگشت این شخصیت محبوب به سریال باشه. به علاوه اگر در جریان نیستید، مهدویان بیشتر کاسب است تا آرتیست. طرف تو مرد بازنده داد جواد عزتی دوباره همینو پیاده کنه، بعد به این راحتی قید مالک مالکی اصلیو بزنه. هل نو. و البته یه خبر دیگه هم به دستمون رسیده بود که بار اصلی فصل دوم زخم کاری روی شونه های میسمه و حضور مالک در این فصل چندان پررنگ نخواهد بود. And I think that's right، چون بازم تاکید میکنم که این مهدویانه. یعنی فرض کنید تو فصل دوم نقش اصلی مالک باشه و مهدویان اینو تو بوق و کرنا نکرده باشه. و حالا میخوام یک نتیجه ساطع کنم و اون نتیجه چیزی نخواهد بود جز اینکه زخم کاری احتمالاً یک فصل سوم نیز خواهد داشت، درست مثل پوست شیر، تکرار فرمول های موفقیت. من فکر میکنم که فصل دوم زخم کاری میاد، بعد یک وقفه یک یا دو ماهه خواهیم داشت و بعد فصل سومو میبینیم. That's perfect. شاید باورتون نشه، اما در این مورد یک تئوری هم داشتیم. اینها بدین ترتیب زنده بودن مالک میتونه گره درشت انتهای فصل دوم باشه. و حالا سوال اینجاست که چه کسانی در جریان زنده بودن مالک میباشند؟ امیدوارم میسم هیچی ندونه. میسم همون مالک ثانیه. اینها ماشین مالک هم حتی زیر پاشه تو تیزر فصل دوم. و خب میسم مالکی تو زندگیش همه چی دیده. عشقش در حالی که فکر میکرده عموشه خودشو کشته، بعد تمام حساب ریزابادی ها و مالک خالی شده تو حسابش دست چند هزار میلیارد. خواهرش مرده، مادرش روانی شده، البته اصلاح میکنم مادرش روانی بوده، روانی تر شده. و حالا با پیش بینی مخفی نگه داشتن راز زنده موندن مالک احتمالا فکر میکنه پدرش هم کشته شده. خب تمام اینها سوپر دراماتیک و تویستدن، اینا کار حسینی زاد توی کتابه. مهدویان تو فصل اول زخم کاری در تخریب این شخصیت سنگ تمام گذاشت و قالب این نقشه تخریب برمیگشت به طراحی لباس میسم. مثلا اینجا مراسم معارفه میسم به عنوان وارث کل دارایی‌های ریزابادیاس. شیکاگو بولز تن میسم کرده مهدویان، اونم ست درس و شلوار با یه کت جین آف وایت. و با همین لباس میسم به وصیت‌های باباش هم گوش داد. میدونم مهدویان، میدونم میخوای فلش بک بزنی به اینجاها و ما این گاو قرمز رو باید ببینیم، اما خوددار باشیم و باور کنیم که اینا در دستگاه نفت و گاز مملکت نقشی دارن. هرچند کت شلوار و ریش میسم در تیزرهای فصل دوم نشون میده که از اون دوران تاریک عبور کردیم و قراره به جای یک پسر بچه قرقرو و نونور یک مرد ببینیم. اما در مورد میسم چند تا نکته هم وجود داره. اول اینکه خب همه دارایی مالک و ریزابادی ها در جیب های میسمه. این حرکت حاصل چاچولی بود که سمیرا سوار کرد که آقای اون خانم ها، این آقا میسم من باباش مالک نیست، حاجموی ریزابادیه. این گره در فصل اول واقعا دهشتناک بود مهدویان. اگه تو فصل دوم میسم نیفته پی هویتش، من به شخص ناراحت میشم. کاشکی میسم پسر حاجمو باشه، اینجوری هم جالب تره، هم مرگ مائده هیچ و پوچ نیست. خب مرد حسابی سمیرا اومد گفت تمام مدت که اینا با هم چیز میکردن میسم عموی مائده بوده. بعدم که میسم سر همین مسئله
ساله با مائده ودا گفت. اوکی، اینا دلایل خوبی ان برای اینکه مائده برای بار دوم خودکشی کنه، ولی مهدویان واقعا مائده رو حساب حرفای سمیرا دیوونه زد، خودشو کش. منصوره داشت خودشو چهار قاچ میکرد که سمیرا دروغ میگه، ولی یه تست دی ان ای نگرفتن. منطقی نیست. اگر کتابو خوندین بگین که قضیه از چه قرار بوده، چون از نظر من این یه حفره درش توی سریاله. مگه اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهدویان با آگاهی از اینکه فصل دوم و سومی در کار این پرونده رو نیمه کار رها کرده باشه. اما مسئله دومی که میسن باهاش مواجهه، ناصر ریزابادیه. ناصر کامبکش رو زد، یه دختر تو این راه از دست داد، یه جفت اخوان و حاج مظفرم کش، کارخونه آتیش زد و در نهایت ترکیب حرکات کاتوره ریزابادی ها و دست سرنوشت باعث شد تا مالک از خر شیطون بیاد پایین و به ناصر تو این سکانس آخر بگه نوکرتم هستم، همه داراییاتو برمیگردونم. اما متاسفانه منصور مانع این انتقال وجه نقد شد. حالا مالک اگر مرده جلوه داده شه، دست ناصر از سهمش کوتاهه و بعد بره سراغ میسم و موی دماغش تا دوباره شاهد تقابل دیرینه ریزابادی ها و مالکی ها باشیم. هانیه توسلی هم که نیست در فصل دوم، یعنی منصوره ای در کار نیست. احتمالاً میخوام بگن از ترس دستگیری متواری شده لندن و بعد اگر شاهد رونمایی از مالک مالکی در انتهای فصل دوم باشیم، میتونیم امیدوار باشیم که منصوره برای فصل سوم برگرده، چون اینجوری دیگه قتلی برگردنش نیست. And I think that's cool. نظر شما چیه؟ اما در نهایت مسئله اصلی اینجاست که سریال مهدویان باید مقیاس بشکنه. یعنی اگر در فصل اول صحبت 500 هزار میلیارد پول بود، تو فصل دوم این عدد حداقل باید زب در 100 شه، چون حالا طلوعی وارد سریال شده. اما متاسفانه از همین تیزر مشخصه که نتونستن یه ریش یا موی متناسب برای کامبیز دیرباز بذارن و مهدویان به نظرم باید ستاره میکاشی در نقش طلوعی، نه کامبیز دیرباز. اما طلوعی کیه؟ بسیاری از شما طلوعی رو به خاطر دارید. نام طلوعی به کرات در فصل اول زخم کاری آورده شده. تحت چه عنوانی؟ اون آدم بالادستی، اون مهره درشت. دفتر طلوعی زنگ زدم یا با طلوعی بستن. طلوعی توی ماجراها دخالت نمیکنه. اگر خاطرتون نیست، بهتره در جریان باشید که حتی طرح به خاک سیاه نشوندن مالک در ابتدا به تایید طلوعی رسید. با طلوعی هماهنگ کردم. نگاه کنید، اینجا منصوره میره که از طلوعی رخصت بگیره. میخوام برم پیش طلوعی. فکر میکنم اگه طلوعی هم موافقت کنه، ناصر به زودی برمیگرده پیشم. پس وقتی یه لایه بالاتر از این لایه ریزابادی ها که یه برج کامل تو فرشته دارن موجوده، این لایه باید به دولت و حکومت مربوط شه. ولا غیر مهدویان، یکی میگن اپوزیسیون، یکی میگن پول از خارج میگیره، یکی میگن حکومتیه. حالا من ترجیحم این بود که طلوعی اطلاعاتی باشه یا کلا اطلاعات نقش پررنگتری در سریال ایفا کنه، چون پلیس که نیست اینجاها. اینو تو فصل اولام دیدیم، اینا اصلا جرم نیستن، خودشون صحبت میکنن حلش میکنن. ولی حیف، کاش که طلوعی اطلاعاتی باشه. همه جا است اطلاعات، همه جا است اطلاعات، همه جا است اطلاعات، همه جا است اطلاعات. به هر ترتیب بازم تاکید میکنم که طبیعتاً بالاتر از ریزابادی ها عناصر حکومتی نشستن و والله نمیدونم میخوای چیکار کنی با این مسئله. مهدویان چی میخوای نشون بدی؟ چون زخم کاری راجبه همین حقایق تلخ بود. یه چشمشو خودت نشون دادی، من مو به تنم سیخ شد. ناصر داشت تون تریاک وارد مملکت میکرد با هماهنگی قبلی. پس الان به من بگو که چطور میخوای سورپرایزمون کنی تو فصل دوم؟ اصلا فصل اول چند تا مرگ داشت میدونی مهدویان؟ 9 تا. هاجمو، سودابه، نجفی، کریم، مائده، هانیه، اخوان، حاج مظفر، حلیمه، 9 نفر. میدونی که تو فصل دوم تعداد مرگ ها باید حداقل 30% بیشتر بشه یا نه؟ من یکم ازت میترسم. اما بریم سراغ تئوری زیبامون. در مورد طلوعی محمد جوادی تئوری ارزنده به دستمون رسونده. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در فصل دوم قراره و اصلا باید وارد بازی های بزرگتری بشیم، بازی های طلوعی. محمد جواد میگه طلوعی رقیب داره، کیوان رودسرابی، و هدف طلوعی کنار زدن این رقیب دونه درشته. محمد جواد میگه طلوعی اون کسیه که مالکو از مرگ نجات میده تا بتونه با استفاده از توانایی‌هاش رودسرابیو کنار بزنه. طلوعی دخالت نمیکنه. هیچ وقت هم دخالت نکرده. همینقدر که بهت راه داده تا اینجا رسیدی، خیلی بهت محبت کرده. و البته پیشبینی محمد جواد جزئیات بسیار بسیار بیشتری نیز در پیکره خود میابه. مثلا اینکه گویا در فصل دوم طلوعی در ابتدا سعی میکنه به وسیله مالک رودسرابیو کنار بزنه و بعد با استفاده از میسم میره برای حذف مالک، اما میسم و مالک با هم متحد میشن علیه طلوعی. تئوری جالبیه، ولی حس میکنم این بخش دومش مربوط به فصل سوم باشه. و البته پیشبینی میشد که الناز ملک، یعنی سیما، دافع جدید میسم باشه و حالا طبق صحبت‌های محمد جواد، سیما دختر همون رودسرابی رقیب طلوعیه. That's perfect. پس میسم هم تو این بازی نقش داره و به نظرم میتونیم روی تئوری محمد جواد حسابی حساب باز کنیم. ماشین سبز، چشمم قرمز، جیبم اسلیم، کندل جن، فرق منو تو کفش بلو قرمز. و حالا میمونه سمیرا. سمیرا در انتهای فصل اول درگیر توهمات شد و پس از ترتیب دادن قتل‌ها و دسیسه‌های فراوان، سرنوشت جلوشو گرفت و گفت سمیرا چیکار می‌کنی؟ وایسا. Stop it.
Get some help. بنابراین سمیرا ضمن از دست دادن عزیز دردونش تبدیل شد به یه تیکه گوشت متوهم که حتی نمیدونه الان چه سالیه. و ببین مدویان، رن آزادیور در نقش سمیرا تو فصل اول جذاب بود، بر منکرش لعنت. اما خب آزادیور رفت همونو تو جیران و سرگیجه عیناً بازی کرد، برای همین مزه سمیرا دیوونه رفته به نظر من. پس پیشنهاد برادرانم بهت اینه که سمیرا دوباره شروع نکنه به روانپریشی و همچنان از نظر ذهنی دچار نقصان باشه. اینجوری میثمم علارغم تنفرش باید از مادرش مراقبت کنه و این میثمو تو ذهن ما مرتر میکنه و بعد سمیرا میتونه حافظه‌شو به دست بیاره و ببینه شوهر و دخترش مردن و دوباره از هم بپاشه. این میتونه تنبیه خوبی از جانب سرنوشت برای این زن بدتینت باشه. هرچند متاسفانه تو تیزرها سمیرا حرف میزنه و امید و این کارا میکنن. در یو هاف ایت. ببینید به یه سری از کاراکترها نپرداختم، مثلا طبیعتاً چون اخوان و حاج مظفر حذف شدن، مهران غفوریان و دستمالچی اضافه شدن. یا مثلا کیمیام داریم، ولی خب تو فصل اول کیمیا یک تافته جدا بافته بود که من هیچ وقت منطق حضورش تو سکانس ها رو درک نکردم. برای همین در بررسی‌های بعدی به این کاراکترها میپردازیم. به علاوه به سه اپیزود پایانی فصل اول زخم کاری 6 5 7 میدم، اما انتظارم برای تماشای فصل دوم نسبتاً بالاست، چون مهدویان پتانسیل‌های بسیاری در اختیار داره. شخصیت‌ها ریچ از هلن، غنی‌اند. اتفاقات مهیب عظیمی از سر گذروندن و این یه فرصت بزرگ برای مهدویانه تا یه پرش بزرگ بزنه، فقط به شرطی که ساختار سریالش رو درک کنه، بفهمه که باید سریال بزرگ شه و به اندازه لازم طراحی کرده باشه. من چشمم آب نمیخوره، نظر شما چیه؟ لطفاً ایده ها و افکارتون رو منباب بازگشت زخم کاری با همون در میون بذارید.